خوابهای ملاهی بطلا پریده است. منابع: طالبان از احتمال حمله داعش به هیبت‌الله در جریان نماز عید فطر نگران است. امرالله سالی: هزاران مامور از جمله 58 مقام مهم استخبارات طالبان را شناسایی کرده ایم. طالبان در یک ماه نزدیک به 250 تانکر سوخت بی‌کیفیت را به ایران بازگرداندند و برای کمک به مهاجران افغان در ایران و پاکستان 620 میلیون دلار نیاز است. باید خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. امرالله سالی: هزاران مامور از جمله 58 مقام مهم استخبارات طالبان را شناسایی کرده ایم. روند سبز به رهبری امرالله سالی، معاون رئیس جمهور دولت پیشین، می گوید این جریان 58 تن از اعضای ارشد استخبارات طالبان و نزدیک به 6000 نفر از اعضای این اداره را تثبیت و شناسایی کرده است. آقای سالی گفته همه این 58 نفر در پاکستان آموزش دیدن. معاون رئیس جمهور حکومت پیشین در یادداشتی که در صفحه اکس منتشر کرد گفت این 58 نفر از اعضای رهبری ریاست عمومی استخبارات طالبان بدون استثناء قبلا در پاکستان بوده و اکثرا در آنجا آموزش دیدن. به گفته آقای سالی، در میان افراد استخبارات طالبان که بخش اطلاع در روند سبز شناسایی کرده است، چهره های شاملند که در دو دهه گذشته با کمک استخبارات نظامی پاکستان خونین ترین حملات تروریستی را در شهرهای بزرگ افغانستان و خصوص کابل طراحی و اجرا کردند. آقای سالی نگاشته که هرچند این اداره سعی می کند از پوشش و نام مستعار برای محافظت از روش ها و منابع خود استفاده کند، اما به دلیل فساد، نفوذ خارجی ها و خویشاوندی عمیق آسیب پذیر است. به گفته معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، اداره اطلاعات پاکستان یعنی آیسای نفوذ عمیق و مسلط بر شاخه عملیاتی استخبارات طالبان دارد. این مقام ارشد دولت پیشین از فرد به نام جواد تاجمیر نام برده که به مدت 20 سال آموزشگاه و کارگاه ساخت بم در کوهات پاکستان داشت و اکنون به سمت معاونیت عملیات اداره استخبارات طالبان تعیین شده است. و گفته آقای سالی، تاجمیر بخش مستقل خود را در ریاست عمومی امنیت ملی طالبان رهبری میکند. در بخش دیگر از یادداشت آقای سالی آمده که داعش خراسان نیز در میان مقامها و صفوف ریاست عمومی طالبان نفوذ کرده و عوامل فساد این اداره را برای انتقال پرسنل و مواد برای انجام عملیات بر داخل و خارج افغانستان استخدام کرده است. آقای سالی افزوده که طالبان اجازه پوشش خبر جنایت فزاینده در شهرهای بزرگ را نمیدهد، چرا که مشخص خواهد شد که بیشتر آدمربایی ها توسط افراد این گروه به ویژه استخبارات آن انجام می شود. خواب رهبر طالبان پریده است. منابع: طالبان از احتمال حمله داعش به هیبت‌الله در جریان نماز عید سید فطر نگران است. بر اساس اطلاعات رسیده به رسانه ها، مقام های طالبان روز جمعه هفته عمل در یک نشست امنیتی در قندهار از احتمال حمله داعش به نماز عید ابراز نگرانی کرده است. در جلسه گفته شده ممکن است داعش به رهبر طالبان در نماز عید سید فطر در قندهار حمله کند. در همین راستا مقام های طالبان به این نتیجه رسیدند که محل اقامه نماز عید سید فطر را شب عید تعیین کند. منابعی که در جلسه حضور داشتند به شرط افشا نشدن نامشان، جزئیات نشست امنیتی طالبان به مناسبت عید فطر را در اختیار رسانه ها قرار دادند. در این جلسه همچنان فیصله شده تدابیر امنیتی و استخباراتی برای برگزاری نماز عید سید فطر در قندهار افزایش یابد. بر اساس اطلاعات رسیده دو مکان برای اقامه نماز عید برای هیبت الله خنزاده رهبر طالبان در نظر گرفته شده است. یکی از آنها مسجد جامع حضرت محمد و دیگر مسجد عیدگاه قندهار است. با این حال در جلسه گفته شده که محل برگزاری نماز در شب عید از سوی نیروهای امنیتی ملا هیبت الله خنزاده تصمیم گیری خواهد شد. در نشست طالبان همچنان هشدار داده شده است که داعش در میان مردم نفوذ کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده مقام های طالبان از مسئولان زندان مرکزی قندهار با تاکید خواستند که در روزهای عید به امنیت این زندان توجه بیشتری داشته باشند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در حمله انتحاری در مقابل کابل بانک در قندهار در روز پنجشنبه دوم حمل که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست کم 43 نفر کشته و 45 نفر زخمی شدند.
طالبان در یک ماه نزدیک به 250 تانکر سوخت بیکیفیت را به ایران برگردانده است. خبرنامه اداره ملی استاندارد طالبان نشان می‌دهد که این گروه در حدود یک ماه گذشته 243 تانکر نفت بیکیفیت را از بندرهای نیمروز و فرا به ایران بازگردانده است. این تانکرها از دوشنبه 14 اوت تا پنجشنبه 16 حمل به ایران برگشت داده شدند. بر اساس آمار که اداره ملی استاندارد طالبان منتشر کرده است، از میانه های ماه هود تا اوسط ماه حمل 138 تانکر نفت بیکیفیت از بندر ابو نصر فراهی و 105 تانکر نفت بیکیفیت دیگر از پل ابریشم در ولایت فرا به ایران بازگردانده شده است. طالبان از بازرگانان خواسته است مواد سوختی بیکیفیت وارد افغانستان نکنند. این گروه در ماه های گذشته پیوسته از بازگشت دادن مواد سوخت بیکیفیت ایران خبر داده است. پیش از این رانندگان افغان در پل ابریشم ولایت امروز به رسانه ها گفته بودند جمهوری اسلامی نفت بیکیفیت بازگشت داده شده توسط طالبان را به اجبار بر رانندگان افغان مفروشد. برای کمک به مهاجران افغان در ایران و پاکستان 620 میلیون دلار نیاز است. سازمان ملل اعلام کرده که برای حمایت از مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان 620 میلیون دلار نیاز است. دفتر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جنوب آسیا روز جمعه هفته عمل اعلام کرد که برای محافظت و حمایت از مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار نیاز دارد. این نهاد گفته که با این مقدار بودجه به 4.8 میلیون مهاجر اهل افغانستان و 2.5 میلیون نفر از اعضای جامعه میزبانشان در سال 2024 خواهد کرد. سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش خود افزوده است که در سال 2024 وضعیت در افغانستان و کشورهای همسایه چالش برانگیز خواهد بود. این نهاد گفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه در رابطه با حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان وخیم است و گفته این نهاد حدود 23.7 میلیون نفر یعنی پیش از نیم جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه فوری نیاز دارند. سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که بلای طبیعی و ایرانگر، بحران تغییرات اقلیمی و زمین لرزه های مرگبار در افغانستان در سالهای 2022 و 2023 و سیل و زمین لرزه در پاکستان و ایران در سال 2022 وضعیت را بدتر کرده است. در همین حال، سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش خود گفته است که بر اساس برآورد دولت‌های ایران و پاکستان، این دو کشور میزبان حدود 7.7 میلیون شهروند افغانستان هستند که حدود 1.6 میلیون نفر از سال 2021 وارد آن کشورها شده اند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب کرده و ویدیو را لایک کنید.